خوش اومدید به تحلیل قسمت سوم دیمون فصل چهارم آقا سابسکرایب و لایک نره به هیچ وجه اسپول از مانگا نکنید بنده انیمه هستم هر چی تئوری میشنوید هر چیزی که در این ویدیو میشنوید نیاز به تایید و تکذیب نداره بریم که شروع کنیم دوستان اومدن یه حرکتی رو زدن بر سر این اپیزود <تصفح> که عالی بود میدونی چی میگم عالی بذارید من فقط این یه تیکه رو تصویر بهتون نشون بدم ببینید این کل این اپیزود خوب این یه صفحه و این همینقدر <تصفح> یه صفحه و یک سوم یه صفحه دیگه نصف صفحه هم نه یک سوم یه صفحه دیگه است نکو این انقدر نخونید نمیخوام اسپویل شید با دیالوگایی که نوشته منم نخوندم فقط دیدم یه تانجیرو رو خوندم اینجا اوکی دیالوگ جدیده اون پایین و یک صفحه بلاوی یک سوم یک صفحه دیگر رو اینا پوشش دادن یعنی دو صفحه هم نیست یک صفحه و نیم هم نیست یعنی کمتر از اون و ببینید سری بهتون نشون میدم خب فهمیدید چی شد دیگه رفت سراغ بعد از دو تا صفحه رفت سراغ شخصیت بعدی و دقیقا همون صحبتی شد که تو ریاکشن هم انجام داده بودم بحث این که ما هر اپیزود قرار تانجیرو و درگیریش با یه هاشیرا رو ببینیم <تصفح> و دوستان کامل این رو اورجینال <تصفح> در آوردن حالا یه سر مشکلات هم این قضیه به وجود میاره مثلا مثل چی رو به وجود میاره تانجیرو با دو تا اه... آپرمون فایت داده رنگ یکی پنج رنگ یکیش چهاره چهار رومیو که علنا تانجیرو رو با وحشتناکترین حالت ممکنش میکشه پنجم هم رو درگیر بود نه پنج رو فقط تو... توکیتو درگیر بودش تانجیرو فقط با چهار درگیر بود اینو یادم رفته ولی خب بعد از یه تایمی عملا تانجیرو به صورت تنها داره با رنگ چهاره فایت میده و اون حجم قدرت رو میاد از خودش خارج میکنه بعد الان اومده با اوزو لویی که در واقع داشته رسما میمرده بر سر اون آپرمونی که داشتیم بعد کمک تانجیرو بود کمک زنیتسو بود کمک اینوسکه هم بود کمک همسرانش هم بود داشتش اون شکلی افتاده بود داشت میمرد این هاشیرامون بعد الان بر سر تانجیرو با یک دست داره این شکلی میجنگه و آخرش میخنده موقعی که تانجیرو نزدیک شده بهش ضربه بزنه تازه داداش یه چه ذره تو این اورجینالی که زدی غیر منطقی عمل نکردی این پزارک عضوی و نمیتونه هم تک چراغ هم یه دست نداره اصلا <تصح> نمیتونه بزنش میخواد موزام بزنه گفتیم وای دارم میمیرم <تصح> کم صدام خیلی رفت بالا کم دیستورت شده باشه ادیت درستش <تصح> آی خدای من باورم نه نی... <applause> و خلاصه که من صحبتم کردم توی بحث ریاکشن هم بود یعنی ببینید انقدر وضعیت افتضاحه و این اپیزود تحلیل نداشته که من دارم هی hey! برمیگردم به ریاکشن هم میگم یعنی تو ریاکشن هم اینا رو گفتم و بحث این بودش که گفتم آقا من دوست دارم اتفاقا فایت تانجیرو رو با این بحث هاشیراها ببینیم یه نکته منفی داره قدرت هاشون مخصوصا اونایی که هر چقدر بالاتر بریم اسپویل میشه واسم و مخصوصا وقتی که خود خود مانگا نیمده قدرتشون رو تا الان برمون اسپویل کنه مثال میزنم اون قدرت آقا ماره رو ما الان اینکه خودش مار میشه اسلحهش ماره این ور, ور تبدیل میشه پرواز میکنه با ماره اصلا یه وضعیت ما اینا رو فهمیدیم الان ما اینا رو الان نباید میفهمیدیم یا قدرت در واقع این وینت روی که داشتیم این نباید الان متوجه این قدرتش میشدیم که اینجوری با باد و فلان و این داستان و حرکت ها رو میزنه طوفان ایجاد میکنه دور خودش و اینا و اینها چیزایی بودش که برای ما گذاشته بود مانگاکو که جلوتر در واقع تون تو مخصوصا فایت های بزرگ و هیجان انگیز که هستش اونها رو اون موقع ببینیم و متوجهش بشیم الان اثر اومده با تانجیرو که داره اینها رو اسپویل میکنه هیچی اومده این رو هم وارد اثر کرده که ما فایت هاشیرا با هاشیرا داریم نکته خیلی مهمی که این فایت هاشیرا با هاشیرا داره توی مانگا و توی روند اثر که تا الان دیدیم ما وضعیت تعیین رنگ برای هاشیراها نداشتیم فقط صرفا اینجوری بودن که هاشیرا بودن و من رفته من تحقیقم کردم یعنی سرچ کردم بدون اینکه اون بخش گوگل رو ببینم چون گوگل چیزای وحشتناک سرچ میکنه و صحبت ها رو که دیدم دیدم همه دارن به این قضیه اشاره میکنن تنها چیزی که اثر داشته بحث اینه که اوکی اینا پوزیشن و اینها تعیین میشه واسه شون ها و ولی اون شکلی نیست بیشتر باز هم همون بحث اینه که هر کدوم یه منطقی رو گرفتن واسه محافظت و اینها. اون شکلی یعنی چیزای عجیب غریب تازه جدیدی هم داشتم میشنیدم اینها هم نگفته تا الان اثر من نشنیدم. یادم نیست خلاصه چیزی که واضحه رنگ نداشته. یه سری چیزا هستش یه سری لیستا هستش که این لیستا احتمال خیلی زیاد فن مید باشه یا بر اساس چیزهایی که در آینده اثر ملت دیدن نسبت به قدرتی که از در واقع این دوستان هاشیرامون دیدن اومدن تعیین کردن یه نکته مشترک همشون داره گیومئی گیومی آره دیگه گیومی رو همه گرفتن گذاشتن رنگ یکه همه بدون استثنا و باز هم میگم ممکن رنگ تعیین بکنه جلوتر اثر جایی که اسمشون هم برده میشد من رفتم دوباره نگاه کردم بحث ترجمه رنگ و عدد نیاورد واسهش خلاصه مسئله ای که وجود داره اینها که بخوام با هم درگیر بشن برد و باخته رو ممکنه بر سر همین قضیه بذارم که در آینده اثر هر کسی که فایت مهمتری با یک مثلا در واقع آپرمون بالاتری برای مثال داشته باشه تعیین رنگ میخواد واسش کنه این جایگاه و میاد میگه که مثلا این سانمی بود اسمش این پسرک شبه دیمنمون میاد مثلا این دوستمون رو شکست میده ماربازمون رو برای چی واسه اینکه این دوستمون قرار مثلا با یه آدم خفن تری روبرو روش مثال میزن بماند که استایل این پسر ایو رو بودی بود آره. خیلی استایر بدستر و خفنتری داره یه ذره شکست بخوره ناراحت میشم دروغ نکم این صرفا یه بچه گورگوروی مغرور بیشتر میتونم بهش بگم ولی این بند خدا خیلی آدم سکوت کرده سکوت کرده دیگه چی؟ خیلی آدم آرومیه که مثلا مثل میگن سگی که پارس نمیکنه همون قضیه قشنگ آدم خیلی قویه بعد این شکست بخوره من قشنگ اذیت میشم نمیدونم بازم خلاصه الان اومدم بحث فایت این دوستان هاشیرامون آوردن وسط و یو رو که صحبت کرده بودم گفته بودم مثلا این رو ارتباط این دوتا رو با هم داره نشون میده یو احتمال میدم که از این مثلا دوستمون فایت مهمتری رو در آینده در پیش داشته باشه و احتمالا اگر مثل همون اوپنینگ که دیدیم فایت داشته باشه با این سانمی حالا نمیدونم امیدوارم اسمش درست گفته باشم احتمال زیاد ببره و اون شخصیت آروم خفنی هم که داره و مخصوصا اون هموار بودن با آب و فلان و این داستانا خیلی بهش میخوره اون بحث برده و جالب میتونه باشه و از اون سمت مخصوصا وظیفه ای که از اینجا به بعد اثر در پیش گرفته این که تمو صحبت کردم تحلیل قبلی دیگه بر سر سابیتو و فلان و این داستان ها مسئولیتی که بر دوشش و اینها و در واقع قدرتی که انگار بهش رسیده که با این بره و ادامه بده و در واقع بزنه این دیمن ها رو از بین ببره احتمال اینکه بخواد ببره و ماهیت مهمتری داره خیلی کلا زیاد بذارید ببینم دیگه چی نوشتم خیلی کم نوشتم متاسفانه و اتفاقی گفته اون مانگا رو الان پنلاشو بهتون نشون دادم هر این اپیزود اپیزود که دیدید یک صفحه و یک صفحه در واقع یک سوم صفحه دیگه ای هم بود قرار اپیزودهای بعدی کمتر از این بشه و احتمالا برمیگرده تبدیل میشه به ادپتیشن یک صفحه یا یه نصف صفحه در نهایت یعنی در همین حد دیگه خلاصه تر میشه باز. و دوشش عزیزان خب از اینجا شروع شده و ما بس این فایت ها رو خلاصه نداشتیم دیگه فایت های اثر چیزایی هستش که خوشگله این اپیزودم مخصوصا خوشگل درآورده بودن ولی باز هم میگم دوشیدن وحشتناکی نوع حرکت کردن عضوعی هم باحال بود جالب بود تو اون بخش فایته خلاص خوشگل در بودن عزیزانی یه یه مسئله مهمی هم داشت یادم میاد که این بحث تحلیله بعد میریم سراغ نه اول بذارین اینا رو بگم بعد میرم بحث این بخش مهمه دوستان بحث این دوستان اطراف تانجیرو رو بودین هاشیرا تمرین کننده ها برای اینکه میخوام هاشیرا بشم و مسئله اصلی که این دوستان داشتن اون دیالوگ مزخرفی بودش که گفته میشه بحث بذاریم بیارم دیالوگو آها آه میگه که داداش دیگه هاشیرا مثلا برامون بیش از حد و فلان و این داستانا این بخش دیالوگ که میگه در واقع ما امیدواریم و فلان و این داستانا که بیاد تانجیرو در واقع آپر رنگ ها رو تانجیرو هاشیروها بیان آپر ها و در واقع موزان رو بزنن شکست بدن و فلان و این داستان خب این د... <تص> یه جمله خیلی مسخر است خب که در ادامه هم اینجوری هم بقیهشون که آره ما بیشترین تلاشمون رو میکنیم که شماها رو ساپورت کنیم بعد این اینجوریه اوزویی که وای شما لعنتی ها عجب جمله گفتیم چقدر پر و برق یادتونه میگفت و اینجوری هم که دوتاش چی میگی به عنوان کسی که اینها رو داری تمرین میدی باید بزنی زیر گوششون بگه شما الان هدفمون اینه که شماها رو هاشیرا کنیم کلی هاشیرا و یک ارتش هاشیرا داشته باشیم میخوایم تبدیل بشیم به گروه توپ جمع کن که دیگه نه یعنی چی اومدی هاشیرا ترینینگ بعد میخوای تبدیل شی به حکم سرباز ساپورتیو گم شو اصلا این چه دیالوگ مزخرفیه این چه ری اکشن های خنده داریه این دوستان مثلا انتظار آدم اینه که بیان ببینن تانجیرو رو ببینن تانجیرو هم عین همیناست سنش هم عین همینا کمه بعد این همه داره تلاش میکنه این همیه این همه داره تلاش میکنه و از نظر قدرتی و بدنی اونها از بقیه متفاوته اینها هم امید پیدا کنن و اینجوری باشن که ما باید برسیم به تانجیرو تبدیل بشن به اون ماهیت هاشیرو احتمالاً این قضیه هم خود اثر هم داره که صرفا این هاشیرو ترینینگ آرک وجود داره و نتیجه و خروجیش باز هم میشن زنیتسو اینوسکه و مثلا تانجیرو حالا کاناوی که بودش همین و قرار نیست خروجی هاشیروهای دیگه مثل این دوستان داشته باشه و این خیلی ناراحت کننده است از اونور حالا میرسیم اون بحثی که میخواستم بگم که آها اینم بگم یه سری جاها هم سی جی های خیلی عجیب غریب داشتیم که حالا اونایی که آدم بودن و این هاشی را دوستانه در واقع اومدن هاشی را تریننگ رو داشت نشون میدادیش اینا مثلا مهم نبود سی جی که اینجا استفاده کرد یا اون کلاغ سی جی بود یه جایی مثلا مهم نبود همچنان اینا ببینید مهم نیست مهم اون شاتیه که اومده مثلا یک صحنه خوشگلی از درخت و آسمون نشون بده درخت افتضاح ترین سی جی های ممکنه در این دنیا من سی جی های انقدر افتضاح ندیدم انگار رفتم یک تصویر مثلا بک گراند سبودی انداختم رو ویندوز ایکس این چیه <applause> چرا این شکلیه این دقیقا همون درختایی است که توی اپیزود اولم بود گفتم این چه آشغالیه اینجا اومده صرفا رو نشون داده که آشغال تر هم شده خدا رو شکر بریم سر اون مسئله مهمی که تنها چیزی بودش که این اپیزود الان داشتش که اورجینال بود وازن. بحث یک آپرمون جدیدی است و اون آپرمون چهار من تو ریاکشن بود مغزم داشت منفجر میشد میگفتم یعنی چی ما آپرمون چهار رو از دست ندید مگه نمرد این نکبت که دقیقا همونی که گفتم این بهش میخوره موزان باشه ولی تو اوپنینگ بود دیگه ولی گفتم نمیدونم روش چی نوشته این ترجمه ژاپنیش رو نمیدونم که الان فهمیدیم اوکی اون ژاپنی روش نوشته چهار این آپرمونه و آپرمون چهار دوستان کی بود توی فصل قبلی هانتنگو بود اسمش دیگه همون آقا پیرمرده اون بود و مرد این چهار از کجا و این احتمالا سبد ذخیره مثلا داشته باشه موزان یا اومده باشه یه سری آدم ها و یه سری دیمن های جدید رو قرار باشه ما در ادامه اثر به معرفی بشه یعنی ما بحث فایت با سه تا آپرمون رو دیگه نداریم این منو خیلی خوشحال میکنه که الان صحبت میکنیم در موردش و این دوستمون که آپرمون چهار شده و چشم صورتی هم داره ما دیگه دیمن دیگه جز اون آپرمونا که خیلی خفن باشه یا اون اطراف آپرمون ها بوده باشه نداشتیم غیر از این دوستانمون که همه ماهیت تتوتوری که بگیم قدرت این ستا هم هیچ کدومشون نیست و یه دیمن جدید داشته باشیم که جزو آپرمون ها شده باشه میتونه همین صورتی هم باشه ولی این ممکنه نباشه چرا این میتونه نباشه این دوستمون که چشم صورتی هم داره اونجا هم ظاهر شده با چشمش هم داره راه میره میتونه اون دخترکی باشه که چشماش معلوم نبود و ساز میزد و در واقع اون کسل اینفینیت رو در واقع اینفینیت کسل رو میومد کنترل میکردش آ اون چشش دقیقا معلوم نبود ممکنه اون باشه و بحث این رو داره که من قبلا تو فصل قبلی هم یک شخصی که گفتم به نظر میاد از دور داره و در واقع این اه... دیمن سلیر ها رو کلا تانجیرو و در واقع نزوکو رو مشاهده میکنه تماشا میکنم که صحبت کرده بوده K بحثی برمی گشت که بحثی برمیگشت به اینکه نه اینو صرفا یه دوربین گذاشتن فقط دارن به ما نشون میدن شخص خاصی دنبالش نباشه بماند که کاملا اون دوربین و اون صحنه حال و هوای پی و و از زاویه دید یک شخص رو داشتش و نکته اینجا بودش که صبح هم بود اون شخص <تصفح> داشت نگاه میکرد اینش هم غیر منطقی بود ولی خب میتونیم در نظر بگیریم که باز هم شخص نبوده باشه صرفا اثر اومده با این زاویه نشون داد. دید. و در واقع بحث این باشه که خب خون موزان و فلانی داستان متوجه شده بود که در واقع نزوکو اومده آپ در واقع خورشید رو اوورکام کرد و اینها در همین هست بحث این نبود که دقیقاً ببینه نزوکو کجاست داره چیکار میکنه. و خلاصه این ماهیت چشمه البته ماهیت جالبی بوده که میتونه شب اینا بره اینورون و رو بگرده و رویت کنه. و الان دقیقاً هم وسط میتونه بره در واقع سرواغ دیمن اسلییر کورپس دیگه. همین دوستانی که هستن و اینها الان اینا هاشیرا بودن دیگه نهایتا باید برگردن برن سراغ همین دیمین کوپس که البته نه برن سراغ همین هاشرو ترینینگ نهایتا پایان این مقصدشون میخوره دیگه خب این دوستمون با این چشمش و ماهیت دیمین سلیریش هم نهایتا میتونه به همین جایگاه برسه و میتونه پیداشون بکنه و نزوکو رو در واقع پیدا بکنه و اینجاست که نزوکو در خطر میفته که یه دفعه در اثر بزنه تو گوشمون نزوکو رو به دزدانم میتونه جالب باشه مم. و اینش هم میتونه خیلی جالب باشه که هیچ آپرمونی نره دنبالش اوه. اوه نه نه <applause> همچین چیزی نیست ولی از اونجایی که ما همین الان اینا هم پیش بینی کنم اینا باحاله نه تئوری بده از اونجایی که اگر قرار باشه آپرمونی بیاد به دنبال نزوکو بیفته موزان احساس خطری که میکنه بحث اینکه هاشیرا کلی اونجا هستش و اینها و ممکنه بکشن زیر نزوکو بکشن زیر نزوکو نه بکشن زیر در واقع اون آپرمونه با بران چند تا هاشیرا یه دفعه جمع بشن و صداشون کنه بیان و اینها و در واقع در اختیار چیزام بود دیگه شینوبو هم بود این بنده خدا نزوکو مثل اینکه سپرده بود به س... کاناو گفت از شن... چیز محافظت کن از نزوکو و فلان و این داستانا ممکنه تو همون حال هوا بود دیگه تانجورو هم فکر کنم دقیقاً همونجا بودش همش تو همون چیز گلمول بود پروانه بودیم. چی چی بود اسمش اون قصری که در واقع بود قصر جایی که خلاص زندگی میکرد اه... میتونه به این برگرده که خلاصه یا پرمون اونجا ظاهر بکنه دیگه واسه اینکه ریسک رو میخواد نکنه مثلا کوکوشیبو رو بفرسته ام. این میتونه خیلی باحال باشه و با دوستانمون اونجا روبرو به رو بشه بعد مثلا شینوبو هم از بین بره بمیره اوخوخوها. و بعدش کانایی که بهش سپرده بود گفتش که اون کسی که قاتل خواهرم هستش رو تو برو بکش زیرش و من بهت میگم چه جوری میشه کشتش مم. خلاصه و داشتم این رو صحبت میکردم بس این که این دوستان عزیزمون یه من اینو ببینم آره این کاملا چش بود که راه میرفت با سی جی آی هم هستش که بس این تعداد رو داشتم میکردم آپرمونا می گفتم سه تا باشه بر ما این رو در نظر بگیریم من چی تو صحبت کردم گفتم اینا هی داره اثر جفت سازی میکنه کاناو در واقع شینوبو رو چسبون به هم. اومد گیو با تانجیرو انقدر رابطه نزدیک داره نشون میده توی اثر حالا خیلی صحبت کردم دیگه کاملش رو برید توی تحلیل قبلی ببینید بعد خب الان این شد هر کدومشون برن سراغ یه دونه آپرمون یه دونه باز این وسط میمون. سراغ این یکی هم که الان دارن رابطه هی مدام ایگورو در واقع سانمیو نشون میدن حالا مثلا دیگه. بعد مثلا اینا هم برن سر البته بماند تا الان یه ذره اثر اومده قلقلک رابطه و ارتباط میتسوری با ایگورو داده این دوتا هم میتونن به عنوان یک زوج برن سراغ خلاصه یک در واقع چیزی دو سراغ یک آپرمونی و بعد فکر کردید اینجا تموم شده جفت سازیمون کردیم تموم شد دوستان الان زنیتسو جفت سازی نشده اینوسکه جفت سازی نشده نمیدونم دیگه ارزم به حضورتون اون آقا جمعه در واقع جفت سازی نشده اونم هیچ کسی الان با کی میخواد فایت بده اینها الان سه نفر رو الان هم... نام رو هوان اینها هم نیاز دارن که برن با یه نفر فایت بدن دیگه خب ببینید آپرمون کم آوردیم برن مگر اینکه مثلا یه دو تا از این از این چند جفتی که گفتم و اینها یه سریاشون برن سراغ موزان مستقیم این که مگر اینکه این اتفاق بیفته و خیلی دوست داشتم که در این جایگاه که مخصوصا هاشیرا ترینینگ هستش میومد یه شخصیت رندوم شبه هاشیرای متولد میکرد که همون اول یه جای خودش رو فدا میکنه میمیره این کار رو که میتونستی بکنی یا نشون میدادی اینا واقعا قوی تر میشن یک ارتش میشن سراغ آپرمون یعنی انتظار من الان اینه خب ولی بویی که اثر میده این نسبت به این شخصیت پردازی تخمی ببخشید از این کلام استفاده کردم ولی واقعا همچین چیزی نیست تو یعنی این که همین اول میای تعیین میکنی میای میگی دوستان این دوستانی که توی هاشیرا ترنینگ هستن دارن تلاش میکنن که توپ جام کن بشن <laughs> خب بدی خب چی بهت بگم آره خلاص این بود از این اپیزود در واقع دیمن و تحلیل بنده چیز دیگه ای نمونده ببینیم که دوستان چه میکنن دیگه خلاصه قرار درگیری با توکیتو هم ببینیم که توکیتو دوباره برگشت به ماهیت خیلی جدی که داره نشم جالبه اون شخصیتی که راحت لبخند میزد داخل فصل قبلی نیستش حالا ممکنه جلوتر از اثر این قضیه متفاوت بشه نمیدونم بعد این وسط گیور هم نشون دادم میگه سلام من دارم میام هاشیرو ترنینگ هی اصلا نمیذاشتم خیلی مهم نبودی رفتم با هم آش خوردن تموم شد دیگه در صورت اپیزود باحالی بود دیگه اون بخش فایتینگش خوشگل مشکل بود دیگه قشنگ در آورده بودنش این ویدیو رو هم ببینید و دوستان دوشش عزیزان اصلا تموم نشده و همچنان قرار ادامه داشته این ویدیو رو ببینید این بود از این ویدیو و خداحافظ شما